روستای کهن و تاریخی بیابانک در حاشیه کویر استان سمنان و در جنوب شهرستان سرخه و همچنین بر سر راه مهم فرهنگی و تجاری ابریشم واقع شده. این روستا با قدمتی بیش از 4000 سال و با بافتی متراکم و مصالح خشت و گل که بیشتر اونها بر روی خانه‌های دستکن بنا شده، همچون نگینی در حاشیه کویر ایران می‌درخشد. روستای تاریخی بیابانک اوایل دی ماه سال جاری بود که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. این روستا در حدود 5000 سال سابقه داره، پرونده داره. ارزمتون جاده ابریشم از اینجا بوده، از سوریه، از کشورهای خارج، جنسی که می بردن برای کشورهای چین، هندوستان، جای دیگه مستقیما از اینجا می بردن. به باز روایتی هم امام هشتم علی ابن مسرزا از اینجا به حساب عبور کرده. شغل اکثر مردم سابق از مدرسون کشاورزی و دامداری بوده. الان در حال حاضر چون قنات ها همه خشک شده، به چاه زدن برای کشاورزی، یا خود برایشون مشکله و آب هم کم شده، اینه که اکثر الان تخلیه کردن، رفتن سمنان، جای دیگر در ادارات از مدرسون مشغول کار هستند. البته خب دیارمون شورمون هم خود به خدای خیلی زحمت کشیدن و دارن زحمت میکشن برای آبادانی روستا. میراث فرنگی همین جور نمیذارن که به حساب جنس هایی که به حساب ساختمان هایی که میراث فرنگی داشتیم از بین بره. اجدادمون تو این روستا بودن، ما هم داریم به نوعی سعی میکنیم یادگاری های اجدادمون رو حفظ بکنیم که انشالله این روستامون پابرجا بمونه. مسئولین هم انشالله کمک بکنن. روستای دوست داشتنی، روستای تاریخی بیابانک در 20 کیلومتری جنوب مرکز استان سمنان واقع شده و همچنین در 5 کیلومتری جنوب شهرستان سرخه آخرین روستای شهرستان سرخه است که به کویر نزدیکه و در حاشیه کویر واقع شده و آثار و ابنیه معماری و تاریخی بسیار خوبی را در خودش حفظ کرده، من جمله دو تا آبانبار و یخچال طبیعی و همچنین قلعه خندق که مال دوره اشکانیان. ثبات های متعددی در روستا وجود داره که بسیار زیباست. ثبات بزرگش خیلی قشنگه و 5 گذرگاه از داخلش باز میشه. معماری روستای بیابانک به صورتی بوده که خونه ها همه در کنار همدیگه قرار گرفته بودن و پشت به پشت هم تکیه داده بودن و به صورت کلونی بودن، یعنی به صورت مجموعه مسکونی. ما در روستای بیابانک تعدادی از ساکنین رو در قلعه ها داشتیم، در دو تا قلعه، قلعه خندق و قلعه حاجیان، در این دو تا قلعه زندگی میکردن و همچنین بقیه افراد هم در کلونی های مسکونی که حیات هاشون مشترک بوده و فضاهای عمومیشون مشترک بوده، سرویس های بهداشتی، تنورخونه اینا مشترک و اتاق ها و چیزهای دیگر به صورت مستقل داشتن. این روستا داره بافت با ارزش هست و عناصر متعددی که در معماری حاشیه کویر در واقع استفاده شده در این روستا به صورت پررنگ و منسجم ما عناصر مختلف در واقع معماری رو میبینیم. اولین بافتی هستش که به ثبت آثار ملی رسیده به عنوان بافت روستایی. امیدوار هستیم که این قدم اول منتهی به این بشه که این بافت روستایی کما اینکه تو سنوات گذشته آسیبای زیادی دیده، از حالا به بعد مسیر مرمت و احیا رو طی کنه. تو سالهای اخیر اون چیزی که ما رو تشویق کرد که این کار رو انجام بدیم، بازگشت مالکین و ساکنین قدیم این روستا، کسایی که تو یه دوره‌ای مسابقه داشتن به اینی که زودتر این روستا رو ترک کنن و به شهر مراجعت کنن، امروز همون آدم ها دوباره برگشتن به روستا و پلاکای آبا و اجدادی خودشون رو دوباره دارن مرمت میکنن و از اینکه قسمتی از تاریخ خودشون و روستای خودشون مربوط به پدران خودشون زنده میکنن لذت میبرن و به دیگران هم ارائه میکنن. ساکن شهر هستیم، البته بچه بومی همینجا هستیم، تا سال هاست که در تهران و سمنان حضور داریم با علم بر این که جدیداً روستاها در معرض بازسازی قرار گرفتن. ما هم اومدیم اینجا خونه پدر بزرگامون رو داریم بازسازی میکنیم و با علم بر این که این جاذبه گردشگری داره و میتونه این تشویق باشه برای کسانی که دوست دارن روستاها رو و ازشون استفاده بکنن، اومدیم این بازسازی ها رو انجام دادیم.
بنایی رو که ملاحظه می‌فرمایید آب انبار روستای تاریخی بیابانکه. در اون انبار پر میشه، از آب پر میکنن اهالی آبادی و در تابستون که هوا گرمه از پله های این شیب شیروانی آب انبار میرن پایین و در قسمت پایین که شیر اون انبار وجود داره و پاشیر بهش میگن، از پاشیر آب ور میدارن و میبرن برای مصرف شرب. مربوط به دوره قاجاری است که در اون دوره ساخته شده و هنوز هم در حال حاضر آب در داخل این هست و قابلیت شرب را داره. سازه ای را که ملاحظه میکنین همون منبع ذخیره آب، همین آب انباری بود که تصویرشو جلوتر دیدید. آب انبار دیگه ای را در اینجا میبینید شما که این آب انبار مربوط به دوره صفویه میشه و این هم در واقع منبع آب انباریه که درش و پله هاش از داخل تکیه باز میشه. اینجا سابات بزرگ بیابانکه. سابات همون دالان های سرپوشیدیه که بالاش هم معمولا خونه های مسکونی بنا شده. این سابات بزرگ بیابانکه که پنج گذرگاه از داخلش منشعب میشه و به پنج محله در واقع میره. باز ما دو تا گذرگاه داریم که یکی به یک کلونی ختم میشه و یکی هم میره به سمت امامزاده و یخچال یا یختان بزرگ روستا. این دالان های سرپوشیده یا سابات ها را عمدن کوتاه می گرفتن ارتفاعشو به خاطر اینکه دشمنا وقتی با اسب حمله میکردن به روستاها و میخواستن روستا رو تاراج بکنن، وقتی به این گذرگاه ها میرسیدن مجبور بودن که پیاده بشن و بتونن وارد خونه ها بشن و وقتی پیاده میشدن از اسب پیاده میشدن روستایی ها حریفشون میشدن، چون میرفتن از پشت بوم و آبجوش سنگ اینا براشون آبجوش میریختن، سنگ پرتاب میکردن و در صورت مبارزه میکردن باشون. ببینید این خونه کوچولو و خوشگل درست بالای سابات واقع شده و هیچ سطح زمینی رو اشغال نکرده و در واقع رو سقف این سابات بنا گردیده. اراضی کشاورزی خیلی حائز اهمیت بوده برای مردم، به همین خاطر سعی میکردن از فضاها حداکثر استفاده رو ببرن و حتی روی دالان‌ها رو میومدن خونه های مسکونی رو بنا میکردن که سطح کمتری از زمین ها رو برای مسکونی اشغال کرده باشن. بنایی رو که ملاحظه میکنین یخچال بزرگ بیابانکه و سازش تماما به صورت گلیه، از خشت و گل، از چینه استفاده شده. پشت این یخچال یعنی در ضلع غربش یک دیوار بسیار بلندی داشته که سایه اندازی میکرده روی این و آفتاب غرب اصلا روی این سازه نمیافتاده. سمت جنوب هم باز یا جنوب و شرق یک دیواری داشته که این هم دیوار بسیار بلندی بوده و این هم سایه اندازی میکرده، آفتاب صبح هم پس روی این سازه نمیتابیده و همیشه در خنک ها قرار داشته. در خارج از این یخچال یعنی پشت همین یخچال یک فضای بازی هست، زمینی هست که در واقع آبگیر این یخچال بوده. شبهای سرد زمستون حدود یک ماه و نیم تا دو ماه که هوا سرد بوده و در گذشته یخبندان هم زیاد داشتیم، از آب غمات استفاده میکردن و مینداختن داخل این آبگیرها و پن میکردن آب به صورت چیز خودش که پخش میشده آب، چون سطحش تراز بوده و یخ میبسته. وقتی یخ میبسته مجددا روش آب مینداختن، پارو می‌زدن که مجدداً یه لایه دیگه یخ بمونه، دو لایه سه لایه یخ که بسته می‌شده و کلفت می‌شده، اینو می‌اومدن چیکار می‌کردن؟ زخامت یخ که می‌رفته بالا، نزدیک صبح یخ‌ها رو می‌شکوندن و از این در شمالی یخ‌ها رو می‌بردن داخل از این پله‌های مدوری که در گود یا خزانه این یخچال تعبیه شده، از این پله‌ها می‌بردن پایین و از کف می‌چیدن می‌اومدن تا بالا. اون متولدش می‌اومده در باز میکرده و یخ ها رو میشکنده و فراخوان میداده، سرانه میداد، سیاهه داشتن، تیک میزدن اونها اسامی مردم رو و بهشون یخ میدادن، سهمیه خودشون رو میبردن با توجه به تعداد فرزندانی که داشتن تقسیم میشده یخ ها. قسمت یختونش یا خزانش دستکنده، دستکنده است که با دستکنده شده با نوک کلنگ. سقف رو که نگاه میکنید میبینید سقفش از خشته، از جنس خشته و تاق خیلی زیبا و استادانه و مهندسی تاق زدن. در انتهای این سقف یک هواکشی داشته که هوای گرم که سبکتر میرفته بالا خارج میشده و جایگزینش هوای سرد میومده، سنگینتر بوده، پایین مینشسته و همیشه در این خزانه و انبار یخ همیشه خنک‌ها بوده. قلعه خندق که مربوط به دوره اشکانیانه،
این قلعه قلعه سکونتی بوده، تعداد زیادی از خانوارها داخلش زندگی میکردن. در زیر این قلعه یک تونلی وجود داره که در واقع راه فرار اتصال این تونل به قلعه جهان‌آباد در سرخه و قلعه بلاشگرد در لاسچرده، که موقعی که دشمنا حمله میکردن و اگر فائق میشدن میتونستن وارد بشن به قلعه، مردم سریع وسایل سبک و گرون قیمت خودشون رو ور میداشتن و از راه این تونل در واقع میرفتن به سمت اون دوتا قلعه جهان‌آباد و بلاشگرد لاسچرد. این قسمتی از قلعه خندقه که قسمت هایی که باقی مونده قسمتی از برجش، چون قلعه خندق یا قلعه هشت برج هم بهش میگفتن، هشت برج داشته، این یکی از برج هاشه که قسمتی از این که باقی مونده با قسمت جلویی شبیه مجسمه ابوالهول در مصر. وزیر این قلعه هم که همون راهیه که عرض کردم به قلعه بلاشگرد و قلعه جهان آباد میره، در از همین روبروه. الان ما داریم وارد لایه زیرینش میشیم، یعنی طبقه تحتانی که در واقع به صورت دستکنده است که در دور تو دور این قلعه این دستکندها ادامه داره. بنا به گفته باستانشناس طرف قرارداد میراث فرهنگی استان، گفتن که نیایشگاه اشکانیان بوده و در اون زمان در اینجا عبادت میکردن، که عبادتگاهش هم در قسمت انتهایی این دستکند شما ملاحظه میکنید. بیابانک کلن در خیلی سالهای پیش، در هزاران سال پیش، یک تپه بزرگی بوده که مردمش تمام این تپه را در واقع حفر کردن، با نوک کلنگ کندن و برای خودشون خونه درست کردن. و بعدها که خشت اختراع شده و فناوریش به روستای بیابانک رسیده، بر روی پایه های همین دستکن ها اومدن خونه های خشتی و گلی رو بنا کردن و الان دارن زندگی میکنن. این درخت معجزه است. در روستای بیابانک به این درخت میگن معجز درخت. درختیه که بالاخره بهش اعتقاد داشتن مردم در گذشته و ازش حاجت میگرفتن. زمان قدیم به خاطر طوفان‌های شدیدی که کویر داشته بادگیر نمی‌زدن، می‌اومدن از دستکن‌ها استفاده می‌کردن، هم خنک می‌شدن هم تو زمستون گرم می‌شدن بدون هیچ تجهیزاتی. بعد این سوراخ‌هایی که این بالا مشاهده می‌کنید فقط واسه این بوده که این گرما و سرما رو داخل اتاقاشو می‌بردن. درست از همین مکان می‌خوره به قلعه لاسچرد. این تونل بعد از این قسمت در واقع بزرگ میشه و یه عرابه توش تعبیه شده بوده قدیم که با اون عرابه فرار میکردن و خودشون میسودوندن به لاسچرد. این یکی از همون خونه های قدیمی و خرابه که بعد از مرمت به این شکل در اومده و تبدیل شده به اقامتگاه بومگردی. پنج نمونه اقامتگاه بومگردی تو روستای تاریخی بیابانک ما شاهدش هستیم که اونا هم به همین شکل مرمت شدن و خونه های خیلی با قابلیت و خوبی در اومده و الان هم گردشگرها و توریست ها میان و از این اقامتگاه ها استفاده میکنن. ما از تهران اومدیم بیابانک و اینکه روستای کویری زیباییه. قدمت زیادی داره ولی آثاری که اینجا هست آثار معماری قشنگی هستن که فکر میکنم مال دوره از دوره صفوی و قاجاریه. خیلی آثار زیبا اینجا باقی مونده. آب و هوای خوبی داره و اینکه آسمون پرستاره قشنگ و بدون آلودگی داره که میتونید ازش لذت ببرید.